واکنش ساله تردید نیست که بار دیگر به خبرنگاران زن میگویند که رو به دیوار برنامه اجرا کنند. مولا عبدالغنی برادر با حاکم جدید امارات دیدار کرده است. واکنش مخالفان به تشکیل کمیسیون تماس طالبان، تبلیغات و غیر واقعی است. انفجار خونین امروز در کابل مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان را هدف قرار داد. مشروع خبرها گزارش از سایت رسمی آماج نیوز. پس از دستور تازه طالبان درباره پوشش مجریان زن در تلویزیون ها، امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در رابطه به این موضوع واکنش نشان داده است. آقای صالح گفته است تردید نیست که بار دیگر به زنان دستور داده شود که از رای هیبت الله پیروی کنند و رو به دیوار باشند و پشت خود را روی صفحه نمایش قرار دهند. او در واکنش به این تصمیم طالبان با نشر تویت نگاشته است که فرمان جدید طالبان در مورد حجاب تلویزیونی بیشتر برای مسدود کردن صدای زنان است تا پوشاندن صورت آنان. این در حال است که طالبان تای فرمان از رسانه ها خواستند تا مجریان زن در هنگام اجرای برنامه ها صورتشان را بپوشانند و این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است. عبدالغنی برادر با حاکم جدید امارات دیدار کرد. مولا عبدالغنی برادر معاون اول نخست وزیر طالبان در سفر خود به امارات متحده با خلیفه ابن زاید النهیان رئیس جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد. مولا برادر که هفته گذشته برای ابراز تسلیت در گذشت خلیفه ابن زاید النهیان به ابوظبی سفر کرده بود، روز شنبه 31 سفر به کابل بازگشت. او در این دیدار ضمن تسلیت در گذشت خلیفه ابن زاید خواهان گسترش روابط دو جانبه میان امارات متحده و امارات اسلامی شد. با گفته دفتر آقای برادر در این سفر او در دیدار با تاجران افغانستان مقیم امارات متحده عربی از آنها دعوت کرده تا به کابل بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند و از امنیت خود مطمئن باشند. آقای برادر از مقامهای امارات متحده عربی نیز خواسته که مشکل ویزا برای افغانها را حل کرده و پروازها به افغانستان را از سر بگیرند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان امارات صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. از سوی دیگر آقای برادر از مقامهای امارات متحده عربی خواسته است که زندانیان افغان را آزاد کند و یا پرونده کسانی را که مجرم شناخته شدند به طالبان تحویل دهد تا در مورد آنها تصمیم گرفته شود. واکنش مخالفان به تشکیل کمیسیون تماس طالبان، تبلیغات و غیر واقعی است. شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان برای بازگشت چهره‌های سیاسی به کشور گفته است که نیاز به مذاکره بیشتر نیست و فقط باید نظام طالبان حمایت شود. در همین حال مخالفین طالبان اما برنامه این کمیسیون برای بازگشت فعالان سیاسی را تبلیغاتی و غیر واقعی خواندند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی طالبان روز شنبه 31 سفر به گونه رسمی آغاز به کار کرده و ریاست این کمیسیون را شهاب الدین دلاور بر عهده دارد و شمار دیگر از دولت مردان از جمله دو وزیر طالبان عضو آن هستند. در جلسه افتتاحیه این کمیسیون آقای دلاور در پاسخ به سوال در مورد نشست‌های اخیر چهره‌های سیاسی افغانستان در ترکیه، خواسته‌ها و پیشنهادات آنها گفته که با اشرف غنی یا هیچ کس دیگر مذاکره انجام نشده است و نیاز به مذاکره هم نیست، فقط نیاز به حمایت از نظام طالبان است. شیخ شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های کشور گفته است که امارت اسلامی از جان مال عزت شخصیت‌های سیاسی و نظامی پیشین محافظت می‌کند. تاج الدین سروش خبرنگار افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: جبهه ملی آزادگان مسئولیت حمله به مراسم طالبان در کابل را بر عهده گرفته و میگوید در این حمله به طالبان تلفات وارد کردند. EXTV نتورک در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: تازه مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان زخمی شده است. منابع از جبهه ملی آزادگان با اگزایل میگویند در حمله بر محفل یاد بود از کشته شدن مولا منصور به شمول مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان چندین تن از این گروه کشته و زخمی شده است. تا کنون طالبان در این بار مورد چیزی نگفته است. احمد شریفزاد همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: مولا یعقوب در انفجار امروز در تجمع یاد بود از کشته شدن مولا اختر منصور در نایه دوم شهر کابل زخم برداشته است.
قصر سفید بار دیگر از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. گزارش از صدای آمریکا. قصر سفید روز شنبه 21 می در واکنش به گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفت که جو بایدن با در نظر داشت منافع بهینه آمریکایی ها همه نیروهای خود را از افغانستان بیرون کرد تا به تهدید نوظهور تمرکز صورت بگیرد. یک سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور بایدن پس از رسیدن به قصر سفید در موضع افغانستان با دو گزینه دشوار مواجه بود: تأجیل جنگ افغانستان و پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ این کشور. با گفته این سخنگوی قصر سفید، گزینه نخست زندگی بیشتر قوای آمریکایی ها را در افغانستان تهدید میکرد و بنابراین آقای بایدن تصمیم دشوار را گرفت تا طولانی ترین جنگ ایالات متحده پس از دو دهه که 2 تریلیون هزینه برداشته است خاتمه دهد و نیروهای ایالات متحده به تهدیدهای نوظهور تمرکز کنند. این سخنگوی قصر سفید همچنین گفت که اگر رئیس جمهور بایدن جنگ قوای آمریکایی را در افغانستان خاتمه نمیداد، حملات علیه نیروهای ما را از سر گرفته می شد و زندگی سربازان آمریکایی با خطر مواجه می شد. آوردن قوای ایالات متحده از افغانستان امنیت ملی ایالات متحده را بهبود بخشید و ما را قادر کرد تا انرژی و منابع خود را برای رسیدگی به مشکلاتی که در آینده متصور است تغییر جهت بدهیم. این مقام قصر سفید همچنین گفت ما توافق صلح به میراث گرفتیم که در آن طالبان قدرت بیشتر به دست آوردند و متحدین افغان ما در حکومت ملی تضعیف شد. این سخنگوی قصر سفید افزود که بر اساس توافق با گروه طالبان حکومت پیشین ایالات متحده تعهد کرده بود تا قوای خود را از بدون کدام پلان واضح بعدی از افغانستان بیرون کند. او گفت زمانی که رئیس جمهور بایدن به قصر سفید رسید، طالبان از لحاظ نظامی در قوی ترین موقف خود پس از سال 2001 میلادی قرار داشت و شماری از نیروهای آمریکایی در افغانستان در پایین ترین سطح قرار داشت. اظهارات قصر سفید چند روز پس از آن بیان شد که سیگار با نشر گزارش تازه گفت که تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بزرگترین عامل سقوط نظام و فروپاشی قوای مسلح افغانستان بوده است. آنتونی آلبانیز برنده انتخابات استرالیا شد. گزارش از خبرهای جهان. آنتونی آلبانیز رئیس حزب کارگر استرالیا در انتخابات روز شنبه 21 می 31 سور به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. این نخستین پیروزی حزب کارگر در یک دهه اخیر در این کشور می باشد. آقای آلبانیز در سخنرانی پیروزی حزب خود گفت که می خواهد مردم استرالیا را گرده هم بیاورد و خوشبینی و وحدت را ترویج کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. شب روزتون خوش.